نظر راجع به طراحی خودروی ژاپنی و کره چطور؟ البته کره ها این سالا خیلی بهتر شدن، ولی در مورد ژاپنی ها مخصوصا تویوتا که شما باش کار کردین، خیلی ها و خیلی از کارشناسا میگن که خودروهایی که تویوتا طراحی میکنه یا برخی از خودروسازان ژاپنی طراحی میکنن اصلا زیبا نیستن و یکم عجیب غریب هم هستن. مثلا چه میدونم تویوتا پریوس یا فکر میکنم که کشورهای شرق دور همیشه در نظر دارن که یه خودروهایی طراحی کنن که به تمام دنیا بچسبه. یعنی نمیدونم چجوری بهتون بگم، یعنی یه کاراکتر به خصوصی ندارن. شما نگاه کنید، اگه اتومبیل ایتالیایی نگاه کنین، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، همه کاراکتر آمریکایی کاراکتر خودشونو دارن، اصلا یه طرح به خصوصیه. ولی ژاپنی نه، ژاپنی شما هر برند ژاپنی رو بردارین و حتی کره ای رو هر جای دنیا ببرید، به اون جای دنیا میخوره. اینا برای همین همیشه توی دنیای خاکستری هن، من همیشه میگم، یعنی نه سفید هن نه سیاه. یکی از دوستام که الان یکی از رؤسای همین شرکت های فرانسویه، برای مدت 7-8 سال برای اودی کار میکرد، ما هم جوان بودیم هممون، منم شروع کردم کار خودمو کردن اینا. گفتش که نگاه کن، ما اون زمان تازه اودی های 6 اومده بود بیرون و این روی یکی از طراش داشت کار میکرد. گفت ما رو ماکت کلی که کار میکنیم، میگه ما برای فقط دور چرخ و اون نور دور چرخ که در واقع یه قسمتی از فندر جلوه، میگه ما فقط روی ماکت کلیمون 3 ماه وقت صرف میکنیم که این نوری که میگیره روی اون، فرانسویش میگن گوش روی چرخ، که اون نوری که میگیره پرفکت باشه. از اونجایی که شروع میشه چقدر پهن میشه، دوباره چقدر میاد کوچیک میشه. خب شما برای مدت 3 ماه تو رنو یه اتومبیل کمپلت درست میکنی، ماکت کمپلت درست میکنی، شما وقت ندارین با اون سرمایه گذاری که دارین میکنین 3 ماه فقط روی گوش اتومبیل کار انجام بدین. پس همین هست که آخر سر میبینین چرا یه اتومبیلی با اتومبیل دیگه فرق میکنه. میشه گفتش که دارن زیبایی رو فدا میکنن برای اینکه فروش بیشتری داشته باشن. من فهم میکنم این مارکتینگ این برند هاست که میخواد یه همچین اتومبیل هایی ساخته بشه، چون که قیمت رو، یعنی سرمایه گذاری رو ترجیح میدن جای دیگه بذارن. شما اگه دقت کنید الان شما تویوتا یا نیسان یا برندهای دیگه ژاپنی رو شما 300-400 هزار کیلومتر میرونید، هر جای دنیا باشید تمام قطعاتش هم پیدا میکنید، خیلی اتومبیل خوب و کیفیت بالا هم هستن. برای همین یه جایی بالاخره شما باید از جاهایی بزنید که بتونید جای دیگر رو درست کنید. شما نمیتونید در واقع ماشین خیلی ارزون داشته باشید که خیلی قشنگ باشه و خیلی پرقدرت، غیر ممکنه. اگر شما ماشین پرقدرت و قشنگ داشته باشید، قیمتش هم دیدید، نها کنید شما موقعی که واقعا دارم بهتون میگم میلیمتر رو بدن ماشین دست میزنی، میلیمتر یعنی بعضی وقتا 1/10 صحبت میکنیم، ما رو تمام درازای بدنه اتومبیل میگیم به اندازه کافی کرو نداره، 1 میلیمتر 1.5 میلیمتر بیاریم بالا، یه ذره اینو بهش بیشتر کرو بدیم و انجام میدیم و میبینیم خیلی هم فرق کرد. و اینا زیادتر بکنین ایراد داره، کمتر بکنین ایراد داره. پس اونجاست که چشم طراح مهمه که درست اون اندازه که درسته، یعنی حجم صندوق چقدر باشه، خطا کجا باشه، خطا همه مساوی همدیگه نباشه، نمیدونم کنار اتومبیل شما نگاه میکنین رو بدنه نور رو چجوری رو بدنه بگیره، چقدر شما بخواید کرو بذارین، اینا همه مهمه دیگه، بالاخره اکسپریانس کاریه.